سرخط خبرها رشد اقتصادی چین به بدترین سطح در نیم قرن گذشته رسید اقرار جنجالی مشاور زنسکی کار دستش داد سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید رشد اقتصادی چین به بدترین سطح در نیم قرن گذشته رسید رشد اقتصادی چین در سال 2022 به یکی از بدترین سطوح خود در نزدیک به نیم قرن کاهش یافت. به گزارش رویتر، سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی، چین به شدت تحت تاثیر محدودیت‌های سختگیرانه کووید و رکود بازار املاک قرار گرفت و فشار بر سیاستگذاران برای رونمایی از محرک‌های بیشتر در سال جاری افزایش یافت. تحلیلگران معتقدند انگیزه کلی اقتصادی در سراسر چین ضعیف است و همین موضوع باعث کاهش چشمانداز رشد این کشور پهناور شده است. های اداره ملی آمار چین در روز سهشنبه نشان داد که تولید ناخالص داخلی در اکتبر تا دسامبر دو ممیز 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته که کنتر از سرعت 3.9 درصدی سه ماهی سوم است. کاهش ناگهانی اقدامات ضد سخت گیرانه پکن در مورد شیوع کووید باعث افزایش و انتظارات برگ احیای اقتصادی در سال جاری شد. اما همزمان منجر به افزایش شدید موارد ابتلا به کرونا نیز شد که به گفته اقتصاددانان ممکن است رشد کوتاه مدت را مختل کند. رکود املاک و تقاضای ضعیف جهانی نیز به این معنی است که افزایش عدد رشد اقتصادی به شدت به مصرف کنندگان شوکه شده وابسته است صندوق بین المللی پول نیز در چشم سال 2023 خود برای کل جهان از جمله چین سال مالی سختی پیش کرده است اقرار جنرالی مشاور زلنسکی کار دستش داد جنجال ها درباره اقرار خبرساز مشاور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره هدف قرار گرفتن یک منطقه مسکونی در شهر دنیپرو باعث شد که او از منصب خود استعفا دهد صفحه ویژه واشنگتن پست برای تحولات اوکراین از استعفای مشاور رئیس جمهور اوکراین از مقام خودش خبر دادند استعفاهایی که بعد از یک اعتراف جنجالی انجام شده است الکسی آرستروویچ مشاور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اظهاراتی که بعدها جنجال آفرین شد گفته بود که ممکن است موشک های سامانه پدافند هوایی اوکراین مسئول آسیب مرگبار وارده به یک منزل مسکونی در شهر دنیپرو باشد طبق گزارش‌های رسانه‌ها و مقامات اوکراین و غربی، های روسی روز شنبه به بخش‌های وسیعی از شهر دنیپرو در اوکراین حمله کردند. اظهار نظر مشاور زلنسکی درباره دست داشتن احتمالی های پدافند اوکراین در آسیب وارده به ساکنان یک منزل مسکونی در دنیپرو بسیار خبرساز شد و حتی واکنش سخنگوی کرملین را هم در پی داشت. به دنبال این واکنش‌ها، الکسی آسروویچ با حضور در تلویزیون اوکراین از مردم این کشور عذرخواهی کرد و سپس استعفای خودش را به دلیل ارتکاب یک اشتباه اساسی اعلام کرد بنا بر گزارش و اداره امور اضطراری اوکراین در حملات اخیر به دنیپرو حداقل چهل نفر کشته شدند که سه نفر از قربانیان کودک هستند و 25 نفر هم مفقود شدند به دنبال انتشار خبرها درباره حملات موشکی شدید روسیه به دنیپرو مقامات اوکراینی روسیه را به انجام حملاتی مرگبار علیه غیرنظامیان متهم کردند اما روسیه این اتهامات را رد می کند.